اداره مهاجرت سویدن به دنبال پخش یک گزارش صدای امریکا در پیوند به میزان بلند رد پناهندگی مردان افغان نسبت به زنان پناهجوی افغان در این کشور واکنش نشان داده است و گفته است که بنابر اوضاع ناگوار زنان در افغانستان زنان پناهجوی افغان می توانند به حیث پناهنده در سویدن قبول شوند و اما مرد بودن از افغانستان مبنای کافی برای دریافت پناهندگی نیست این تصمیم اداره مهاجرت سویدن اما با انتقادهای روبرو شده است امید محمودی از اتحادی پناهجویان تنها در سویدن این کار را سیاست سختگیرانه مهاجرتی سویدن میداند اعلام اداره مهاجرت بر این که زنان افغانستان حق پناهندگی داره بیشتر به خاطر جلب افکار عامه هست به خاطر رضایت نگه داشتن مردم سیودن و رسانه ها است اما متاسفانه دولت سیودن و اداره مهاجرت به شدت راست شده و علاقمند به پذیرش هیچ نوع پناهجو نیست در بخشی از واکنش اداره مهاجرت سیویدن آمده است که دوسیه های پناهندگی افراد در سیویدن به گونه فردی ارزیابی می شود. آمارهایی را که این اداره به صدای امریکا داده است نشان می دهد که از آغاز امسال تا زمان تهیه این گزارش درخواست پناهندگی چهل دو مرد افغان رد شده است در حالی که درخواست پناهندگی هیچ پناهجوی زن افغان در این مدت رد نشده است فاطمه احمدپور یک فعال حقوق زن در سویدن این تصمیم اداره مهاجرت این کشور را برخلاف قوانین بین المللی مهاجرتی و مخالف حقوق پناهجویان می‌داند. باید بگیره ولی شوهرش نگیره خب این باعث میشه انسجام خانواده به هم میریزه زنه چه آسایشی داره چه آرامشی داره باید با شوهرش زندگی کنه دیگه باید با پسرش زندگی کنه وقتی به یه زن اقامت میدن به مردش اقامت نمیدن همین باعث میشه که نقض بشه اون آزادیه اداره مهاجرت سویدن میگوید مردانی که دوسیه های پناهندگیشان در این کشور رد می و اما خانواده هایشان پناهندگی سویدن را دارند از بیرون از این کشور و از بیرون از اتحادیه اروپا پیوند خانوادگی تقاضا کنند چیزی که با باور مینه احمدی فعال حقوق پناهجویان یک کار مشکل آفرین است اگر اینا پس برند افغانستان یک موضوعی که زندگیشان در خطر می باشد دو موضوعی که از طریق پیوان اینا نمی دوباره بیاین به خاطر که یک موضوع به خاطر تثبیت هویتشان مهم از در مورد پیوندی و از پاسپورت اینا پاسپورت هم ندارن و بسیار زیاد مشکل است که اینا برند و اونجا به خود پاسپورت درست کنن و از طریق پیوان بیاین بر بنیاد آمارها هم نزدیک به 6 هزار پنه افغان در سویدن سال هاست که در بی سرنوشتی تلخ بسر می برند. از این میان نزدیک به 3 هزار پناهجو با خطر اخراج به افغانستان رو بروستند. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، سویدن